من معذرت میخوام، چی کار میکنی شما؟ دارم حاچه بتونه بسید بفرمین. بله تکون نخوریم آقای مدیری، یه لحظه بفرمین. یه لحظه کاریه اینه حالا راحت باشم. خدا بسید خواهش میکنم. خورموشم. خوبی مهران جان، خیلی خوش اومدی. آقای روحانی رو که حتما میشناسی، شب به ما افتخار دادن تا در خدمتش باشیم. سلام علیکم. من بازی هاتون رو دیدم، خیلی قشنگ هست واقعا. خب مهران جان حاضری؟ بله آماده باشین، میریم رو آنتن. 7 6 5 4 3 2 یک. به نام خدا. درود و صد درود بر شما بینندگان عزیزتر از جان، شمایی که در اندکی پس از غروب منت گذاشتید و به تماشای برنامه خودتون نشستید. دوستان سلام، ما تعظیم میکنیم همه این سخاوت و بزرگواری شما رو. امشب میخواییم به دو مقوله کمدی و طنز بپردازیم، ارزش‌های کمدی در سینما و تلویزیون و ارزش‌های طنز در ادبیات. دو مهمان عزیز نیز زیار ما در این برنامه امشب هستند که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر امید روحانی، منتقد خوب سینما و تلویزیون که یکی از عزیزان ما هستن. جناب دکتر بفرمایید. شما خیلی دوست دارین. من به بینندگان فهیمتون سلام عرض میکنم، امیدوارم امشب بتونیم گام مثبتی در راه تحلیل کمدی برداریم. خیلی ممنون آقای دکتر از حضورتون در این برنامه. و دیگر مهمان ما طناز محبوب، جناب آقای مهران مدیری. بفرمایید آقای مدیری جان. خب خانم ها مقدم تر هستن. خانم ها؟ کی یعنی؟ همین خانم طناز محبوب که فرمودین. آقای مدیری تو هر موقعیتی طنز خودشون رو دارن. خب اگه موافقین بریم سر بحث اصلی برنامه. جناب دکتر به نظر شما رسالت یک برنامه طنز چی هستش؟ یعنی سوالمو واضح‌تر میپرسم، در واقع خندوندن مخاطب مهم هستش یا اینکه ما توی یه طنز فاخر باشتی دنبال محتوا هم باشیم؟ بسیار سوال به جای مطرح کردیم. به نظر من کمدی بدون محتوا و بیان، بدون هدف و آرمان اصلا کمدی نیست، یه جور لودگیه. خیلی جالبه که شما تو هر موقعیتی هستید. حالا این چه اینک آفتابی زد تو استودیو جناب دکتر؟ فکر کرده لوک بسونه دیگه. در این میون بحث اصلا گذاری بر مخاطب کارتو بکن. در این مورد اگه میشه یه مقدار صحبت بفرمایید. متاسفانه شاهدیم که خیلی از این برنامه سازه تلویزیونی تو ساخت برنامه هاشون برای خندوندن تماشاگر به هر کاری دست میزنن. میدونیم که این کار خیلی اثارات سلبی جامعه داره، به خصوص بچه ها و نوجوانان. میخواستم ببینم شما تو ساخت برنامه هاتون چقدر دغدغه رو دارین، چقدر این اصول اخلاقی آموزشی اصلا فکر میکنید؟ بله سوال بسیار خوب و به جاییست واقعا. خب معذرت میخوام، من متوجه نشدم، ممکنه سوالتون رو یک بار دیگه لطف کنید تکرار؟ پرسیدم شما چقدر دغدغه فرهنگی دارید. این که الان میفرمایین یعنی همون بدآموزی است یعنی؟ بله به هر حال رده سنی کودک و نوجوان جزو مخاطبین اصلی برنامه‌های طنز هستن. بله من حالا به هر حال من با بدآموزی مخالف هستم، خصوصا در مورد بچه‌ها. چه خوب. خب پس شما خودتون چه راهکارهایی دارید که در واقع این بدآموزی ها تو کارتون نباشن؟ بنده عرضم این هست یعنی بچه‌ای که حرف زشت میزنه در واقع باید با پشت دست زد تو دهنش. البته آقای مدیری دارن شوخی میکنن. به نظر من آقای مدیری دارن فرافکنی میکنن. خب بچه‌ها این کلمات و افعال زشت کجا یاد میگیرن؟ خب برنامه شما یاد میگیرن دیگه. خب به نظر بنده که اول اصلا نباید گذاشت بچه این برنامه‌ها رو ببینه. بچه خب برنامه کودک میبینه، بعدم 8 شب باید بخوابن ایشون. و من خودم یادم هست کودک بودم، یک بار از لای درز این در خانمون تلویزیون رو نگاه میکرد، پدر مادرم نمیگذاشتن، دیر وقت بود چون، و داشتم نگاه میکردم که مادرم در رو ناگهان بستن ایشون و دماغ من از 2 جا شکست لای درز. به هر حال این اتفاقات افتاده. الان خود شما در کودکی کتک نخورید؟ بله قربان، برنامه طنز با منتقد یا بیشتر کتک خوشمون همین الان هر جوریت جمع شد. اگه موافق باشین یه مقدار حالا از فضای طنز فاصله بگیریم و به بحث محتوایی بپردازیم. موافقین؟ خب آقای روحانی به نظر شما یک کمدی فاخر، یک طنز با محتوا چه مشخصه هایی داره؟ آیا زیر این پوسته ظاهری بایستی دنبال یه محتوا بود یا نه؟ میشه اینو من بگم؟ جانم؟ این چون خیلی مهم هست، فرمودید پوسته، من خیلی مهم، اگه میشه اینو من بگم. بفرمایید. عرض کنم که از نظر فلسفی زندگی مثل پسته میمونه.
یا همین پوسته میمونه که شما فرمودید. یعنی یک پوسته‌ای که دور یک محتوای ارزشمند رو در واقع گرفته. به به به. خب اینا که گفتین چه ربطی به طنز داره؟ خب حالا بهترین نوع پسته چیست؟ پسته خندان. برای که این محتواشو شما میبینید قلمبه زده بیرون و به خاطر اینکه این معلومه باعث خنده میشه که این برمیگرده در واقع به همین محتوا، یا این سری پسته دربسته است که اصلا معلوم نیست محتواش این همون اون چیزیه که شما از این به نظرم تشبیه زیبایی بود. بله به نظر من که ایشون دارم با کلمات بازی میکنم، من که چیزی حالی نشد. گرامی هستم، رو آنتنی مردم. ببخشید در مورد طنز مشاغل میشه صحبت کرد؟ میگن چه شغلی؟ مثلا پزشکان. مثلا پزشکان. بهشون میگم بهشون برمیخوره. معلم‌ها چطور؟ معلم‌ها چطور؟ شما برای اینکه بازیگراتون اونم میگن ناراحت میشه. کشتیگیرا. ولی دیگه به نظر بنده اونم میگن نمیشه. آماده سازی. باشه تشکر. خیلی ممنون، تشکر. قربان شما. ببخشید پس من ظاهراً یه معذرت‌خواهی به شما بدهکار میشم. من فهم میکنم بدهکاری های شما همینطور سرسریه، حالا نگه یک روشی سیستمی پشت دارین، از یک متدی پیروی میکنین، همون متد اکتینگ. بله همین رو عرض میکنم. ببینید همین اسنالتنافسکی که میفرمایین، یعنی اینکه طنز یعنی زندگیست، زندگی یعنی بازی، یعنی طبیعت، و طبیعت هرچی که نزدیکتر بهش که میشه بازی، یعنی در واقع فرو رفتن بازیگر در نقش، یا فرو رفتن نقش در بازیگر، که در واقع این که بازیگر میاد چیکار میکنن، ایشون بازیگر میان نقش رو بازی میکنن. استانیسلاوسکی میگه که بازیگر نقش رو بازی میکنه، زندگیش نمیکنه. این برعکسه، باید نقش زندگی کنه نه اینکه نقش بازی کنه. شما هم مگه خوندین این رو؟ خب یه چیزاییشو خوندم دی، همین یعنی الان همین که شما فرمودین این هست. بذار یه توضیح بدم، چیزایی که شما میگن هیچ ربطی به موضوع نداره. ببخشید آقای دکتر، میسین که به من اشاره میکنن وقت برنامه ما تموم شده. تشکر میکنم از هر دو مهمان عزیز که حضور به هم رسوندن در این برنامه، و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که تا این موقع شب با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار. ببخشید من یک سوال اینجا برام پیش اومد، منتقدی شغله؟ یعنی منظورم این هست که شما صبح تا شب فیلم میبینین بعد پول میگیرین؟ از دیدنت خوشحال شدم، خداحافظ. آی دکتر، خواهش میکنم. آی دکتر، خواهش میکنم. خسته نباشید. مرسی شما. خسته نباشید. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. خسته نباشید. معذرت میخوام. خیلی زحمت میکشید، دستون درد نکنه. خیلی خیلی ممنون. تشکر میکنم. تشکر میکنم. ببخشید آقای مدیر. بله بله. به من امضا میدید؟ بله بله. من برنامه شما رو خیلی دوست دارم. بله خواهش میکنم. تشکر میکنم. با آرزوی خوشحالیم همه. و نهران دیگه بفرمایید. بفرمایید. خسته نباشین. تشکر. من یه سوالی من دارم. ببخشید این کی پخش میشه؟ خیلی آدم‌های خونگرم و مهربانی بودند اونها، فقط بجز اون آقایی که ایرادگیر سینما بودن، ایشون خیلی یکم بد اخلاق بودن، اعصاب نداشتن. آقای روحانی دیگه، درسته؟ بله بله ایشون. به هر حال بقیه‌شون خیلی مهربان و دوست داشتنی بودن و بنده هیچ شکایتی از اونها ندارم. اونا از تو شکایت کردن؟ معذرت میخوام، چرا؟ برای اینکه برنامه‌شون تا اطلاع ثانوی تعطیل شده، تایید کننده‌اش هم کلی ضرر کرده. بمیرم آخه الهی بمیرم. خیلی خوب ادامه‌شو بگو. بله. عرض می‌کردم خیلی انسان‌های خونگرم و مهربانی بودن. اینا رو که گفتی ادامه‌شو بگو. بله بله. بله. بعد خیلی خوش گذشت اونجا و سکه هم به بنده که داده بودن، 10 تا سکه تمام. و بعد بنده دیگه از مدیری بودن خسته شد، اصلا نمیخواستم که باشم، رفتم که برم خونه. پس چرا نرفتی؟
نشد. چرا؟ بنده رفتم در رستوران تلویزیون که یک چای بخورم، یهو این سیامک آمد اونجا. کی؟ این هنرپیشه بد اخلاق بد اوناقه. سلام آقای مدیری. سلام علیکم. سلام علیک. خوب هستین؟ سلام علیک. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ به به خیلی ممنون. بفرمایید. دست شما در نخ. تشکر می‌کنم. بفرمایید. بهرام. سلام علیک. سلام علیکم. خوب هستین؟ قربانشون. آقای سیامک انصاری هم ایشون هم. سلام علیکم. سلامش. خوبی تو؟ جان. خوبی تو؟ بله. اینجا چیکار کی اومدی؟ بنده همین الان رسیدم. اون تو بودم، رفتم تو، اون تو برنامه اجرا کردم. روست نشو میگم. از پاریس کی برگشتی؟ از پاریس؟ از من امروز صبح رسیدم. خب چرا یه زنگ نزدی؟ زنگ زدم اشغال بودین. بله. من مطمئنی حالت خوبه؟ بله. شما خوبی؟ خوب هستم. پس چرا اینجوری منو نگاه میکنی؟ شما تو تلویزیون درشت‌تر به نظر میای. بله. من توی خونه نشسته بودم، اجازه زنگ زد گفت کانال 3 رو بگی، بعد دیدم اونجا توی برنامه زنده، اصلا باورم نمیشد. چشم 4 تا شد، اصلا باور نمیکردم تویی. باور بفرمایید. خود من بودم، من بودم. خب مهران، ما 10 ساله داریم با هم کار میکنیم، همه این بچه‌ها نگران تو میشن. آخه چرا اینجوری میکنی؟ بله. من یعنی چیکار میکنم؟ خب یه زنگ میزدی به من، داری برمیگردی. من بنده میخواستم مزاحم نشم. بله. دکتر شمس مگه به شما نگفت برو اونجا 15 روز بستری شو؟ برای چی ظرف یه هفته برگشتی؟ دکترها دیدن که حال من بهتره، گفتن بفرمایید. من اومدی بهتر بودم. بله. الان بهتر شدت برگشتی؟ بله. عینک مسخره چیه به چشت زدی؟ عینکم؟ آهان دکترها گفتن برای چشمات به نور حساس شده، بعد عینک بز عینک دادن. بله. دکتر شمس میدونه برگشتی؟ چیا؟ دکتر شمس کیه؟ آهان دکتر شمس. نخیر، نه. یعنی زنگ زدم به ایشون هم، منتها ایشون هم گفتن مقدور نمی باشد. خب چرا اینجوری میکنی؟ چرا رعایت نمی کنی؟ دکتر شمس روانپزشک توه، اصلا به ما نمیخوای بگی. به اون یه زنگ میزدی برگشتی مهران؟ گفتم مزاحم نشم دیگه. بله بله. بلندشو بریم جان. بلندشو بریم. ماشینت کو؟ ماشینم؟ ماشین ندارم. چی یعنی ماشینم اینجاست؟ نه، یعنی نیاوردم. نیاوردی؟ بله. خب من ماشین دارم، بلند شو بریم. نه خیلی، شما بفهم، من خودم میرم. خودت کجا میری؟ بلند شو. من با آژانس میرم. بلند شو، حالت خوب نیست. نه خیر، میرم. شما بفرمایید. اون حرفایی که تو استودیو زدی از کجا بلد بودی؟ عرض کردم خدمتتون، در اتوبوس که بودم یک خانم یک کتاب به بنده دادن امضا کنم، از تو اون کتاب خوندم. فرو رفتن نقش در اسمالیسناسکی. یادم اومد جان. میگم یادم اومد. بقیهش ادامه بده. بله. سلام آقا انصاری. حالا شما چطوره؟ آقای مدیری، چقدر زود تشریف آوردی از سفر. خیلی حالشون مساعد نیست و ما حالا صحبت کردیم که بعدا ان شاء الله. واقعا میگی؟ بله بله. منم احساس کردم حالا چرا اینقدر زود برگشت از سفر. حالا ما با دکترشون میخوایم تماس بگیریم ببینیم که باید کی ببریمشون. بله، چه خونه قشنگی دارن، یعنی دارون دارین دارم خونه قشنگ خیلی زیباست. بله. همونطور که میبینید مدل حرف زدنش هم یه مقداری عوض شد. بله. چرا اینجوری شده؟ حالا دیگه یوی پیش میاد دیگه. خوبی؟ بله. شما خوب هستی؟ خیلی ممنون. خواهی ما دیگه سفر خوش گذشت؟ بله خیلی. این دفعه شما را هم میبرم. منو؟ بله. ای بابا آقای مدیری، من تو شیراز بخواهم برم و بیام، پول ندارم برم خاله مالدر رو ببینم، حالا بیام پاریس هم بیام. شما یعنی اهل شیراز هستی؟ بله با اجازتون. بله بنده هم اهل شیراز هستم. آه تو که مال عراق بودی که؟
من شنیدم اصالتاً عراقی هستم. چیز هست، من آخه چون نیست عراق و شیراز خیلی اسماشون شبیه همه، من هی اینا رو قاطی میکنم. ببخشید من این مزاحمتتون شدم، شما از سفر اومدی خسته هستی، این کلید خدمتتون دارم، این کلید آپارتمانتونه، خدمتتون عرض کنم گلدونا رو هم آب دادم. بله بله قشنگ بالا رو هم تر و تمیز کردم. به آرمیتا هم غذا دادم. ببخشید به آرمیتا؟ آرمیتا مهران، آرمیتا غذاشو دادم دیگه. آرمیتا بله بله، دستتون درد نکنه، تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. وظیفه‌مونه قربان. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید. ببخشید یه لحظه شما اینا رو معذرت. عرض کنم که بله اینا دیگه. شما فرمودین که پول ندارین تشفرین شیراز؟ بله آقای مدیر، این حقوقی که ما میگیریم یه اصلا به سفر نمیرسه. بله. چجوری ما این حقوق بریم سفر آخه؟ بفرم، این دوتا سکه هست، شما اینها رو بفروشین تشفرین خانم والده رو ببینین. بله بفرمین، خواهش میکنم. آخه اینا خیلی زیاده آقای مدیر، دست من زیاد دارم از اینا، یه قوطی دارم. بفرمین، بفرمین، دست درد نکنه. بفرمین، خواهش میکنم، ببخشید. ان شاء الله خدا بچه‌هاتونو نگه داره آقای مدیر، دست درد نکنه. بفرمین، ببخشید. سلام آقای مدیری. سلام علیکم. سلام علیکم. بله خوب هستین؟ خوبی شما؟ شما خوبی های انسالی؟ شما خوبی؟ فکر کردم که سفر تشریف داشتین. من آمدم، برگشتم. آه به سلامتی. ایشالله که سالت برطرف شو؟ بله چند تا قرص من خوردم خوب شدم. قرص های خارج دیگه خیلی. بله. امری داشتین؟ خیر. آخه تشریف آوردی در خونه من. گفتم شاید کاری داشتین. بله من میخواستم ببینم که شما آب گرم دارین؟ بله مگه شما ندارین؟ آخه چون در واقع آب گرم ما آب گرم ما قطع هست. بله بله قطع شده. بله مدت چیز بعد میخواستم ببینم که مال شما هم همینطور. نه نه مشکل نداریم، مشکل نداریم. پس بسیار خوب، ببخشید مزاحم شدم. خواهش آقا بفرمایید در خدمتتون باشم. خواهش میکنم، شما بفرمایید. تشکر میکنم، با اجازهتون. خدا شما من خیلی معذرت میخوام. خواهش میکنم. بفرمایید، بفرمایید. الو سلام علیکم آقای دکتر شمس، حالا شما چطوره؟ خوب هستی؟ ببخشید مزاحم شدم، انصاری هستم من. بله بله سیامک، شما خوبین؟ بله من الان پیش چیزه، پیش مهران هستم. بله مدیری. نه من پاریس نیستم، ایشون تشریف آوردن تهران. من به جان خودم. بله من دقیقا اطلاع ندارم اونو، ولی میگه اونجا به هم قرص دادن حالم بهتر شده یه مقداری. نه چیز خاصی که نه 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 کجا حالشون خوب شده ایشون. بله نه یک بذاری بدون من حالا بهتون میگم، به یه حالتهای خاصی که الان من حالا توضیح میدم براتون، اینه اصلا یه جوری رفتار میکنه مثل اینکه منو نمیشناسه و دستشو به صورت خیلی عجیبی و عصبی تکون میده. بله
ایشون مار نبودند که، ایشون اژدها بودند. یعنی اون لحظه‌ای که بند پتو رو زدم کنار، این قطرشون بود و کلهشون ایشون به مراتب از کله بنده بزرگتر بود. این هوا در حدوداً اینقدر کله ایشون بود و دو تا چشم به این بزرگی و ایشون بنده رو نگاه می‌کردند. بعد یک لحظه چشم من به دم ایشون افتاد، یک دم اینجوری حلقه 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 داشتن که توکش تیز می‌شد، همینجوری زنگ می‌زد، همینجوری عین زنگوله ایشون با ته خودشون زنگ می‌زدن به من. بعد ایشون حمله کردن سمت من، من جا خالی دادم. ایشون یهو دیدم آتش از دهانشون خارج شد، یک جوری که رفت ته اتاق، مبل و کتابخانه و میز رو همه رو سوزوند. بعدن اون وقت یکو ایشون دهنشو باز کردن، این نیش‌های ایشون یکی انقدر. خسته شدی؟ میخوای استراحت کنی؟ بله بله، فقط اگه بنده یک دوش بگیرم و یک لباسی عوض کنم. باشه، یه چند تا سوال جواب بده، استراحتی بکن. خیلی ممنون. فقط صبح زودتر تماس بگیرید با من، متشکر میشم ازتون. بله بله بله، خیالتون راحت باشه، همه چیز دکتر تحت کنترله. خداحافظ. ایشون میخواستن بنده رو بخورن، منتها بنده کار ایشون رو ساخت. حالا چرا اون حیوان زبان بسته رو کشتی؟ زبان بسته بودن ایشون، 70 متر طول ایشون بود. اون مار خونگی بود، برای خودشون بود، خودشون آورده بودن، برای چی کشتیش؟ خونگی بودن، مگه مرغ عشقه که خانگی باشن؟ من جونشون رو نجات دادم، تو رخت خوابشون بودنشون. بله. نه من میگم که این قوار میتارو دوست داره زد کشت، خب با ما چی کار میکنه؟ دکتر شما چرا فکر میکنی من میترسم؟ میگه میترسی؟ نه، به خاطر اون نیست. نه دکتر، نه نه، نمیتونم دکتر، منم به هر هرکی گرفتاری خودشو نمیتونم بمونم. ای وای، باشه پس، باشه پس صبح میبینم تو. شما صبحانه نمیخوریم؟ خیر من صبحانه نمیخورم. اشتباه بود. صبحانه یک
وعده بسیار مهم قضایی است. بله بله. شما میدونین چرا خوابتون میاد؟ بله میدونم. چرا خوابتون میاد؟ چون دیشب نخوابیدم. تو چقدر پروپیمون هست. بله. برای که صبحانه نمیخورید، مخصوصا آب پرتقال. بله. عرض کنم که بفرمایید، برای اینکه آب پرتقال خواب رو کاملا بفرمایید، برای اینکه آب پرتقال خواب رو کاملا میپرونن. بله. بنده کوچک بودم، یادم هست مادرم صبح به صبح دو قطره آب پرتقال میچکوندن تو چشمای من، هم مقوی بود هم خواب میپرید از سرم. بله. آب پرتقال میریختن تو چشمت. بله. تو کودکی. بله. بفرمایید. متشکرم. خیلی ممنونم. مهران جان، میتونیم دو کلام با هم صحبت کنیم جدی؟ بفرمایید. بله. جدی میخوام صحبت کنم. بله بفرمایید. ببین یه چیزی حدود 10 سالی که ما هم دیگه رو میشناسیم. بله. من همیشه به حرفای تو احترام گذاشتم، امیدوارم یه دفعه به حرف من احترام بذاری. بله. خب. همین دو ماه پیشم که افسرده بودی میدونی چقدر به کارت بودیم و دنبال کارت رو گرفتم که حالت خوبشه، ولی تو اصلا اهمیت نمیدی به حال روز خودت. بله. خب حالا چی میشد؟ میموندی این دوره درمانت رو تکمیل میکردی، چرا نموندی؟ نمیشد. چرا؟ اونجا همه فرانسوی حرف میزدن، بنده حوصله‌ام سر میرفت، هیچی هم نمیفهمیدم. آلمان بودی؟ فرانسه. خب اونجا همه فرانسوی حرف میزنن، آلمانی حرف نمیزنن. بله. ولی من میدونم چرا برگشتی. جان برگشتی تلفیلمتو تموم کنی ها؟ بله بله همون، یعنی بله. به خاطر این برگشتی. بله بله بله. کی اهمیت میده آخه؟ تو سلامتیت مهمتره که. بله بله اینم هست. الان یه نگاه به خودت بکن. شکم دارم. زنگ زدن. من میرم در رو باز میکنم، فکر کنم دکتر شمس تکون نخور از اینجا. بله. شکم ندارم. دکتر سلام. سلام، شما چطوری؟ قربان شما. من خوب هستم، ولی مهران دکتر اساساً قاطی کرده. خب حالا چرا نگرانی؟ نه نگران نیستم، دستم به دامنتون. اصلا این مهران اون مهران نیست دکتر. ای بابا، ما از این بدتراش هم داشتیم. جریان اون مریضه رو بسات نگفتم که فکر میکرد کتفیشه. این فکر میکرد گربه ماهیه. آره بابا، اصلا تو وان همون بیرون نمیومد. حالا که نه. جان. حالا چیکار کنیم؟ ببینیمش. سلام علیکم. اومدش اونجا. سلام علیکم. پاتو بذار بالا منو جان. جان پاتو بذار بالا عزیزم. من خوبه، راحتم. زشته. نه راحت باش، بذار بالا، اینکه من میگم انجام بده. بله بفرمایید. خب بذار بالا. بله بفرمایید. آناناس دوست داری؟ آناناس بله، خیلی تا حالا نخوردم. زنده باد زنده باد. خب پاریس خوش گذشت؟ پاریس بله بسیار، عین خارج بود. آفرین آفرین. سرگیجیت چطور عزیزم؟ سرگیجم خوب هست، خوب هست. بله. خب آفرین آفرین. بیخوابید بهتر شده؟ بیخوابی؟ بنده سرم هنوز به بالش نرسیده، این خرس بیهوش میشم. آفرین آفرین آفرین. اینکه دودی هم که میزنی تازگی؟ اینجا رو اون گفتن، یعنی اینو اونجا گفتن، در واقع گفتن که دکترها چشت به نور یک مقدار حساس هست، شما این رو مدام بزنید. زنده؟ بله. کلن چرت و پرت میگن داشتم. جان با شما نبودم. بله. اون شربتی که به داده بودم میخوری هنوز نه؟ شربت رو میخورم هنوز. بله خیلی هم خوبه. دیدی حالا من که شربت نداده بودم بهت، قرص بود. آها قرص رو میفرمایین. با قرص رو میخورم. قرص رو میخورم. بله. بله. ببین مهران جان، من نمیخوام نگرانت کنم، ولی ممکنه بیماریت برگرده. ما بایستی که به معالجاتمون ادامه بدیم تا اینکه این مشکلات دیگه پیش نیاد. بله بله بله. و این شرط احتیاط بد نیست که هست؟ بد نیست که هست، بد نیست. نه بد نیست. بد نیست هست، هست نیست. بله بله بد نیست.
فردا منتظرتم جان. فردا منتظرتم عزیزم. بله بله. بیارش مطب. دکتر داریم میره، خب ورش داریم ببرینه. عزیزم من دکتر روان پزشکم، پلیس که نیستم که. دکتر من اینه با این قارش تو خونه نگه دارم چی کار کنم الان؟ ابدا تو خونه برای چی نگه شد؟ ببینیم بیرون سر کار. دکتر من که این جوری بر... خب من الان دارم فکر میکنم این که بهتره ببرم این سر کار، برم آماده شم، شاید به قول شما سر کار براش بهتره باشه. خیلی خوبه. خوبه براش. آره یادش نمیره. قربونت باشم دکتر. خیلی لطف کردی. جونم هستی اون جریان. زر فرصت گفتم که تموم مبلای خونه رو خورد. دو چه کیسای پدر شما اون یه چی بود؟ بیگ فیش بود، آنک اتفیش بود، این هم همه کلکسیون دارم. کلکسیون تکمیل آمار میبینم ات بطر. باش ازم منتظرتونم. آقای انصاری با اون آقای روانپزشک که چیزای پچ پچ میکردن یواشکی، بنده نمیفهمیدم. بعد تشریف آوردین بازی کنیم؟ نه، اومدم بریم سر کار. شما باید اینو محکم بزنین از وسط این مثلث رد چنیشون. میدونم ولی رومیز جا نیست منم بیام اون بالا. بله. آماده شو که بریم سر کار. معذرت میخوام، چه کار؟ بگین یه ساعت دیگه همه عوامل رو کشه ماشه شروع میکنیم. بعد بد نیست حالشون، شما کار خودتو بکن. بد نیست. بله نه زیاد مساعدم نیم. خانم کاری نمیخوای بکن، چهار تا زنگ میخوای بزنی، یخی چه با اون جربست میکنی؟ حرف میزنه آیا سری دستو درد نکنه، خدا خیرتون بده. کاری نمیکنیم آقا، قربون شما بشم. ببینم حالا حالش خیلی بخیمه. بد نیست، خوبه. نه زدی این آرمیتا رو کشتیش. زده کشته؟ آره. اون که خیلی دوست داشت. میدونم خیلی دوست داشت. میگم حالش خیلی چیز نیست دیگه. ولی با حالت فعلی چه با حالت قبلیش ترجیح میدونم. چرا؟ چرا؟ نه چرا؟ چرا؟ یه جوری بود قبلا جواب رو به زور میداد ولی الان خیلی مهربون شده. سکه میده مهربون شده. سکه میده مهربون شده. در حال حالت فعلیش خیلی بهتره. بهتره. من میگم زده آرمیتار گشته، میگی مهربون شده، حالت فعلیش بهتره. بهتر که مرد. آخه آدمیزاد مار تو خونش رو گرمی داره. آدم عاقل هم چیکاری میکنه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام آقای مدیر. صبح بخیر. قربون شما، تشکر میکنم. چه لباس عروسی پوشیدی؟ چرا؟ بله خیلی هم قشنگه. بهشون میاد. بله، سویچ تو آوردی؟ من ماشینم بنزین نداره، با ماشین تو بریم. ماشینم؟ آره دیگه. ماشین من یعنی؟ آره دیگه. اینجا فاکشن رو دارم پسرم پر کرده، شوهرش هم عوض کرده، آماده سوار شدن رو بودی. درد نکنه، تشکر کن. بفرمید. بنده برای اولین بار رفتم جایی که فیلم برمی داشتن. یعنی چی فیلم برمی داشتن؟ خیر، فیلم برمی داشتن. بعد خیلی جالب بود، فقط نمیدونم چرا انقدر الکی شلوغ بودن ایشون. بابا میگن دیوونه شده. کی همچین حرفی زده؟ یکم فقط پکره. بله یه ذره من نمیدونم. میگن باید ببینیم چشه. میگن و ولشون، خودمون باید ببینیم چی میشه. مرسی، خوبه. حالا از ما گفتم. علی سلام علیکم. بله ببخشید خانم هاشم، بفرمایید باشون چک کنید فقط. نه چه کی آدم؟ نه نه نه، ما دو تا دو میشیم، فردا نگن که به ما دیر گفتین. آره آفیشو برمی‌گردید. بله بله گفتم. خب خانم هاشم، شما مطمئنی راجع به حال آقای مدیری به کسی چیزی نگفتین؟ آقای انصاری؟ نه میدونم شما دهنتون قرصه، منظورم اینه که یهویی آبه این اتفاق خاصی براش نیفتاد، یه خورده پکره فقط همین. خب ما میدونیم مگه کسی چی
خب دیگه چه خبر؟ هیچی. دیگه اینکه همه که اومدن سهرم تو راه داره میاد. خب سکانس چی داریم بگیریم؟ سکانس هم زیاد داریم. نه نه اینا رو بیار کنین. یه سکانس خلوت دو سه نفره امروز سنگین برگزار نکنین. دکترم گفته زیاد سنگین نباشه روز اول. چشم ازش بر نداریم. ببینیم حالش چطور میشه. چی الان؟ میخواین اینو بگیریم؟ هیچ. یه سکانس سه نفر از شما و سحر و آقای مدیر. خوبه این خوبه. همینو میگیریم. تو همین اتاق نشینی. بچه‌ها رو آماده کنین. تو منم یه تلفن بزنم ببینم چی میشه. متشکرم. این ببینید توی صحنه من و مدیری نشستیم، خانم زکریا وارد میشه. همین. خب اینجا الان نوشته روی میز بساط شام این چیزاست. من الان بساط شام از کجا بیارم اونم فسنجون؟ بساط شام آخه شما یه جوری میگین فسنجون مثل اینکه مثلا فسنجون منظور خاصی از نوشتن فسنجون داشته. هر چی بود فرق نمیکنه، اینقدر سخت نگیرید. این بسته کادویی که دست خانم زکریا چیه؟ ای بابا خانم یه جعبه کفش از این چهار تا سنگ بریزیم توش کادوش کنیم بدیم. بریم چرا سخت میگیری؟ خب اگه اینا رو بدین دادم از قبل خودش آماده میکنه. نه من کجا بدونم کدوم قبل کدوم قبل؟ من چه میدونستم حالش یعنی از سفر برمیگرده و میاد ما میتونیم درست میشه، همه چی مرتب میشه، همه چی خوب میشه، همه چی مرتب میشه، همه چی عالی میشه. آره. البته سیامک جون غیبتش نشه ها، ولی نوع زندگی آدم خیلی مهمه. الان تو راجع به چی داری حرف میزنی؟ کیو داری میگی؟ من دارم کلی صحبت میکنم. کلی دماغ تو از تو زندگی مردم در میان، راجع به مردم حرف بزن، کلا هم کارتو بکن. چرا بهت بر میخوره خود؟ ای بابا گیر داده ها. سلام علیکم. سلام علیکم. احوشون. حال شما خانم؟ بچه‌ها حاضرن آقای. خانم زکریا تشریف آوردن. زنگ زدم الان بهشون، گفت نزدیک لوکیشن. و آقای مدیری الان کجا؟ حواسم هست بهشون. خب الان شما اینجایی، چشم ازش بر نداشتین؟ دارم بهتون میگم حواسم هست بهشون. خب من یه دقیقه از شما خواستم چشمتون ببرمش، خبر مرگم دارم گیری میکنم اینجا. خب خودم به شما بگم دیگه. خب خانم یه کار من از شما خواستم، عجب بدبختی گیر افتادم. اصلا خانم هاشمی همین جوریه، به کارش نمیرسه. ای بابا چقدر با حرف میزنی پشت سر مردم، کارتو بکن دیگه. خب میخوام هر کی میاد اینجا تو پشت سرش حرف میزنی میره بیرون. میخوام دور و وریاتو بشناسم. ای بابا عجب بدبختی گیر افتادی ما. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. 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 حال شما خوب هست؟ بنده رو صدا کردن. آره گفتیم که الان کارم تموم میشه که گریم بشی که شروع کنی. چی بشم ببین؟ گریم بدون گریم میخوای بازی کنی؟ میخوای چی کار کنی؟ مثلا میخوام بازی کنم. برای اینکه بازی کنم گرفتم. بله نمیشه که بدون گیریم بازی کرد. خب چیکار کنیم الان؟ من یه لحظه من میرم زود برمیگردم. بله باش بفرمایید. من سری برم خواهش می‌کنم بفرمایید. تو رفتی گیریم؟ یعنی می‌خواستی بازی کنی؟ خیر رفتم که برم شیراز برگردم. کلاً بنده که بازیگر نبودم که. یه تو دلم هم با همه خداحافظی کردم که برم، ولی یهو نشد. مادر جان خداحافظ آقای مدیری. با سلام آقای مدیری.